به نام خدا و عرض سلام. دوستای عزیز، در این جلسه بحثی به نام فولد آپشنز آغاز میکنیم. به خاطر ادامه درس خود ما به این جمعیم یکی از دارای بخور باز کردیم. عزیزان که ویدیو رو ما میبینیم، اگر تا بالا چینل ما سبسکرایب نکردین، چینل رو سبسکرایب بکنین، ویدیو رو لایک بکنین و نظرات خود برای ما کامنت بکنین. در این جلسه درسی ما قرار است که درباره فولدر آپشنز صحبت بکنیم و اینجا یک بخش به نام ویو داریم. در جلسه قبلی ما درباره جنرال صحبت کرده بودیم، حالا در بخش بعدی موضوعی به نام ویو وجود داره که درباره ازی صحبت میکنه. اولین گزینه ما اینجا نوشته شده apply to folders. ببینیم ما اگر بیایم به این قسمت ویو، مثلا مدل لارج آیکونز اینجا استفاده بکنیم و بخواییم که تمام فولدرهایی که به اینجا ما داریم همین شکل چیدمان داشته باشن، یعنی تمام اطلاعات ما به این شکل باشه، بتانیم بیاییم به این قسمت رو از کلیک بکنیم و اینجا نوشته شده که You can apply this view such as detail or icon to all folder of this type، یعنی به تمام فولدرهایی که فایل ها و اطلاعات مشابه داشته باشن شما میتونید همین مدل چیدمان اپلای بکنید. حالا ما سر apply to folders کلیک میکنیم و روی گزینه yes کلیک میکنیم. حالا سر اوکی کلیک کنیم، به این قسمت ببینیم که ما همین مدل چیدمان ما که لارج آیکون به طور مثال اگر در بخش apps بیاییم ببینیم که این همونجا اپلای شده. و اگر در بر بعض موارد یا برخی از فولدرهایی که شما دارین چیدمان فرق میکرد، به خاطر ازی است که همون فولدرها شما اطلاعات مشابه به این نداشته. فعلا دوباره آمدیم این قسمت این فولدر رو باز بکنیم، ببینیم که این جمع مرقم است. اگر خواسته باشیم که تمام فولدرها پس به حالت اول خود برگرده، میتونیم که در این قسمت روی گزینه ریست فولدرز کلیک کنیم و گزینه یس هم کلیک کنیم. پس چیدمان فولدرها تمام از اونا به معالت اول که برای از اونا در نظر گرفته شده بوده به معالت برمیگرده. حالا پس آپشن بعدی ما که اینجا نوشته شده Always show icon never thumbnail از استفاده میکنیم. ببینیم ما به این قسمت عکس داریم، شاید عکس های ما که اینجا هسته نخواسته باشن که اونا این رقم ویو بشه، نه مثلا داخل از اونا دیده بشه. اگر نمیخواستیم که عکس ها دیده بشه، میتونیم به این قسمت بیم داخل بخش ویو آیکن امیج، البته آپشن Always show icon never thumbnail تیک بکسریم. اپلای که میکنیم اینا به شکل یک آیکن دیده میشه و دیگه ما نمیبینیم که عکس چی هست تا زمانی که روی از این دبل کلیک نکنیم. وقتی که باز دبل کلیک کردیم باز اینا دیده میشه. اینجا میام عکس باز میکنیم، ببینیم که عکس بر ما نمایش داده میشه. گزینه بعدی که هست داخل کنترل پنل ما وارد میشیم. به اینجا به کنترل پنل که میام میبینیم که به این قسمت بر ما منو دیگه وجود نداره. ما میام به این قسمت با آپشنز داخل ویو کلیک میکنیم، آپشن Always Show Menus اینجا بر ما نشان داده شده. اگر سر ازی بیم اپلای کنیم، به قسمت دقت کنیم بر ما منوها وجود داره و منو نشان میده. اگر پس بیم آپشن تیک از از اینجا غیر فعال کنیم، اپلای کلیک بکنیم، دیگه به داخل کنترل پنل بر ما این منوها نشان داده نمیشه. یک از قسمت بسته میکنیم، میم به داخل بحث بعدی خود. به اینجا میبینیم که امی فایل که ما اینجا داریم با ویندوز میدیا پلیر پلی میشه به آپشن به نام دیسپلی آیکون آن تامنیل. البته دیسپلی فایل آیکون آن تامنیل اینجا برای ما نمایش داده شده که تک داره. اگه تک ور داریم سر اپلای کلیک بکنیم، به قسمت دقت کنیم، دیگه ما آیکون میدیا پلیر ما سر از ویدیویی که ما پلی میکردیم نشان داده نمیشه. مورد بعدی اینجا وجود داره به نام دیسپلی فایل سایز انفورمیشن اند فولدر تایپس، ای هم تک داره. زمانی که ما این آپشن فعال کرده باشیم سر از بی میبینیم به این قسمت به خط سومی نوشته شده سایز 5.79 جی بی. همین آپشن اگر فعال بود حجم فولدرها نشان داده میشد که داخل از اونها چقدر فایله. اگه ایتی که ما پس کنیم سر اوکی کلیک بکنیم، به این جی بی ما سر خورسر از اینگاه داریم، میبینیم که فقط برای ما نشان داده شده که دیت مودیفاید از آخرین موضوعی که برای ما اینجا به این قسمت نشان میده. سر آپشن میم دوباره به اینجا نوشته شده دیسپلی فول پد ان تایتل بار. ببینیم ما مثلا دیگه می ویدیو باز میکنیم، یا البته این فولدر رو باز میکنیم یا هر فولدر دیگه که ما به این قسمت باز کنیم، وقتی وارد از این فولدر میشیم برای ما تنها نام همون فولدر نشان داده میشه.
مثلا اگر ما بیایم به قسمت موضوعی به نام موزیک باز بکنیم، داخل از خود در موزیک وارد بشیم، باز نشون داده که شما داخل از این موزیک هستید. اگر آدرس کامل این فولدر خواسته باشیم، میتونیم به قسمت بیم سر ویو کلیک کنیم و دیسپلای فول پترن تایتل بار رو تک بگذاریم و سر اوکی کلیک بکنیم. بعد از او برای ما اینجا نشان ما داده میشه که شما به کدام درایو و کدام فولدر هستیم. درایو زد باز یک فولدر به نام دی وجود داره، باز کلاس فایل، باز و میترتیب میوزیک. از این فولدر هم ما پس بیرون میشیم و ای آپشن هم غیر فعال میکنیم. البته اگر سر آپشن ریستور دیفالت کلیک بکنیم، پس تمام تنظیمات به حالت اول برمیگرده. اوکی کلیک میکنیم. به این قسمت ما چند دانه فایل انتخاب میکنیم، آپشن آد سلکتد آیتمز کلیک میکنیم. وقتی آد سلکتد آیتمز کلیک کردیم، این فایل ها دیگه مخفی میشه. باز میایم سر از این آپشن کلیک میکنیم. به این قسمت ما یک آپشن که به نام دونت شو هایدن فایلز داریم. اگر این فایل باشه، فایلایی که مخفی بود اونا برای ما نشان داده نمیشه. انمی آپشن به این قسمت هم برای ما وجود داره و نشان داده شده. ما اگر این آپشن بعدی که شو هایدن فایلز اند فولدرز هست، این تک بگذاریم و سر اپلای کلیک بکنیم، پس همون فایلایی که ما اونا رو مخفی کرده بودیم برای ما نشان داده میشه و میبینیم که اینجا هم این برای ما تک خورده. اگر اینا رو فایلایی که مخفی بودن اینا رو انتخاب بکنیم، دوباره سر از این گزینه کلیک بکنیم که اینا پس از حالت مخفی بیرون بشه، باز میتونیم که با امی گزینه رابطه که زیر بردنیم فایل خورم ببینیم. حالا میایم به پراپرتیز از کلیک راست میکنیم، اینجا میبینیم گزینه آیدن هست، یه تیک از میگذاریم، اپلای میکنیم، فایل ما دیگه مخفی شد. پس اگه تیک آیدن رو برداریم، اپلای بر کلیک بکنیم، پس اینا دیگه از حالت آیدن بیرون شده و ای آپشن هم میبینیم که فعلا غیر فعال. تیک آیدن فایل زدم پس غیر فعال میکنه. به اینجا یک آپشن دیگه هم ما داریم. آپشن بعدی که داریم نوشته شده آید امتی درایوز. این آپشن فعلا عملا برای شما نمایش داده نمیتونه، به خاطر از اینکه باید یک کارت ریدر باشه که ما اون رو به کامپیوتر وصل کنیم. وقتی که کارت ریدر به کامپیوتر وصل میکنیم، در صورتی که میموری کارت داخل از او باشه، در پهلوی درایو به شما نشان داده میشه میموری کارت شما هم. در صورتی که کارت ریدر خالی بود و میموری کارت داخل از او نبود، باز بیخی اون برای ما نشان نمیده. و اگر ای تیکه پس کنیم، باز به میموری ریدر شما داخل دست پی سی برای شما مثل از این که یک درایو خالی مثلا که ما اینجا داریم او هم برای شما نشان داده میشه. و فعلا ما میموری ریدر به اینجا کانکت نکردیم و چیزی هم ندیدیم، فقط درباره از یک کمی معلومات به دست آوردیم. مورد بعدی که به این قسمت داریم نوشته شده آید اکستنشن فور نان فایل تست. ببینیم به اینجا ما داریم که مثلا یک فایل نوشته شده پادکست و با آخر از او برای ما هیچ چیز نشان داده نشده، یعنی پسوند یا نو فایل نشان داده نشده. اگه تیک ور داریم ما سر اپلای کلیک بکنیم، ببینیم که اینجا برای ما نشان داده شد MP3. امی آپشن به این قسمت هم است به نام فایل نیم اکستنشنز. اگه تیک ما ور میداریم از اینجا، ببینیم که فعلا این گفته امو اکستنشن نشان داده بشه. اینجا اگر ما این اکستنشن رو آید میکنیم، یعنی نشان داده نشه، این هم تیک ازی پس شد و دیگه ما اکستنشن شما به اونجا نمیبینیم. سر کنسل کلک میکنیم، این بس ما به اینجا تا فعلا تمام شده. میم به یک فولدر دیگه آمدیم، داخل فولدر مثلا میدرابیدی که اینجا داریم، ما یک معلومات مثلا داریم داخل یک فولدر. فکر کنیم که به طور مثال من یک فولدر جور میکنم به نام فولدر دیتا شماره یک. داخل از این یک فایل دیگر از اینجا کپی میگیریم، همین فایل کپی گرفتیم داخل از این پست کردیم. حالا خود از این فولدر، البته باشه که ما اینجا داخل از این انتقال بدیم، همین فولدر امرو با یک دانه فایل از این دوباره کپی میگیریم، میم داخل دسکتاپ این به اینجا پست میکنیم. یک دفعه خوب پست کردیم، مشکلی وجود نداره. دفعه دوم اگر پست کنیم، برای ما اینجا میگه که copy two items from D to desktop، یعنی شما دو دانه فایل به از درایو دی گرفتیم به دسکتاپ کپی میکنیم. The destination already has a file named معرفی اکسل و میگه که به می دستینیشنی که شما این فایل رو کپی میکنیم فعلا یک فایل به نام معرفی اکسل وجود داره. آیا شما میخواین که این فایل فیلی جایگزین از او بشه، قبلی پاک شد ای به جای از او بیاید؟
این از ما پرسان کرد. و در صورتی که ما یک فولدر به نام دیتا یک هم داشتیم، از این فولدر ما هیچ چیز یادآوری نمیشه و اصلا درباره زی برای ما معلوماتی داده نمیشه. پس برمیگردیم. البته نیاز به برگشتن نبود، ما هم از این جمع شد که بیم به قسمت فولدر آپشن. آمدیم به فولدر آپشن، داخل از این کلیک کردیم، آپشنی هست به نام Add Folder Merge Conflict. سر اپلای کلیک میکنیم و اوکی کلیک میکنیم. عزیزان ما وقتی که Add Folder Merge Conflict کلیک کردیم، دوباره میایم به این قسمت کلیک راست میکنیم، سر آپشن پیست کلیک میکنیم، یا که میایم به داخل اوم به این قسمت آپشن پیست کلیک میکنیم. ببینیم این دفعه از اون فولدر دیتا یک یادآوری شده. در مورد قبلی برای ما گفته نشده بود که این فولدر وجود داره، فقط از فایل گفته بود. حالا این فولدری هم که به اینجا وجود داره میگه که روی دیسکتاپ شما فعلا یک فولدر به نام دیتا یک داریم، این بار دوم میخواد به اونجا پست بشه. خب ما گفتیم صحیح است، همین فولدر که جدیدن پست میشه با اون فولدر قبلی دیتا از اون یک جا بشه، یعنی مرج بشه. سر یس کلیک میکنیم، باز امی فایل ما و شما که به اونجا موجود بود برای ما خبر داده میشه که اونمو فایل هم موجود است. دوباره میخواین که جایگزین از او بکنین، شما میتونین که جایگزین کنین، اسکیپ کلیک کنین که جایگزین نشه، یا روی آپشن کامپیر کلیک بکنین. به این قسمت اج مردو فایل چک میکنین، در صورت که یکسان بود میتونیم بگیم که جایگزین بشه، یا میتونیم بگیم که نه کنسل بشه، چون فایل ما قبلا احتمالاً کپی کردیم و فراموش شده است پیش ما و دوباره مجددن ضرورت نیست که ما کار انجام بدیم. مورد بعدی اینجا برای ما نشان داده شده به نام Add Protected Operating System Files Recommended. ببینیم ما داخل درایو سی وارد میشیم و این قسمت وقتی که وارد شدیم به فایل هم نیخو فول داره. اگر آپشن Add an Item رو کلیک بکنیم 6 تا نشد، یعنی یک دانه دیگه زیاد شد. اما فولدرهای مخفی شده که ما داشتیم که برای ما نشان داده میتونه بشه یا نشان بده، یک دانه بود رو برای ما نشان داد. فایل های دیگه هم وجود داره که اونا سوپر آیدن است. در مورد فایل سوپر آیدن و ای که چی رقم، ما اونا رو دوباره برگردانیم صحبت میکنیم. داخل درایو دی وارد میشیم، ببینیم که برای ما 5 دونه فایل اینجا نشان داده شده، یا 5 دونه فولدر نشان داده شده. زمانی که سر آپشن Add an Item کلیک کنیم، یک دونه فولدر دیگه هم که او میتونستیم ببینیم یا آید شده بود برای ما نمایش داده نمیشد، اون هم برای ما نمایش میده. حالا که ما این فولدر دیدیم، میتونیم بیایم به این قسمت داخل ویو، برای از این آپشن دیگه که نوشته شده Add Protected Operating System Files انمی آپشن را بگیم که برای ما غیر فعال کن. زمانی که غیر فعال میکنیم میگه که You have chosen to display protected operating system files. چی میبینیم؟ اینا نوشته شده files labeled system and iodine. اونا فایل هایی که سیستمیه و مخفیه. اینا برای روشن شدن ویندوز شما، یا این که ویندوز شما کار میکنه یا لود میشه، یا بخی کمی کامپیوتر شما از ویندوز از او کار میکنه، به نمی فایل ها بستگی داره. اگر یکی از این فایل ها پاک بشه یا مشکلی به اونا پیش بیایه، ممکنه که شما دیگه کامپیوتر شما روشن نشه. گفتیم درست است، ما این پیام را دریافت کردیم. حالا زمانی که اپلای کلیک میکنیم، میبینیم که پیشتر 6 فایل داشتیم، حالا 13 فایل داره. فایل های سوپر آیدین یا فوق العاده دیگه مخفی که بود، اونا را برای ما نشان داد. سر رستور دیفالت کلیک میکنیم، اپلای کلیک میکنیم که تمام تنظیمات به حالت اول خود برگرده. در بعض موارد عزیزایی که کامپیوتر خود میگیرن روشن میکنن و فلش به او وصل میکنن، میبینید که فایل ها وجود داره داخل فلش نشان داده میشه، ولی شما او نمیبینید. به همین ترتیب میتونید که بیمی آپشن رو فعال کنیم و گزینه Add Protected Operating System فایل تیک از او پس کنیم که مو فایل های مخفی شده شما باز برای شما نشان داده بشه. مورد بعدی نوشته شده Launch Folder Windows in a Separate Process. یعنی اگر شما این تیکه بگذاریم، هر فولدر در ویندوز به عنوان یک پروسس یا برنامه جدا در کامپیوتر شما اجرا میشه. و فعلا شما زمانی که این تیکه برداریم، تمام فولدرها به عنوان یک پروسس یا یک برنامه در نظر گرفته میشه و این به عنوان یک کار سیستمی برای شما اینجا عملا نشان داده نمیتونه. Restore
پریویوس فولدر ویندوز ادلاگان. اگر ایتیک فعال باشه، تمام فولدرهایی که وقت گل شدن کامپیوتر باز بودن، وقت روشن شدن پس اونا دوباره باز میشه. به این آپشن میتونیم که برای خود فعال بکنین یا فعال نکنین. اگر دوست داشتین که وقت گل شدن کامپیوتر هر فولدر که بسته نشده وقت روشن شدن خود از اتومات وا بشه، میتونیم این تیک بگذاریم. شو درایو لیتر. ببینیم ما داخل کامپیوتر خود چند دانه درایو داریم و هر درایو پلوی خود یک حرف مثل سی، دی، ای و یا زد داره. میتونیم به این قسمت بیم و روی ویو کلیک بکنیم و همین تیک از زد پس کنیم. وقتی اپلای میکنیم میبینیم که دیگه درایو با شما، اما حروف که کنار از اینا بود دیگه نشان نمیده و وجود نداره. پس رستور دیفالت میکنیم که به حالت اول بیم. آپشن بعدی نوشته شده شو انکرپتد اور کامپرست انتیفیس فایلز اند کالر. اگر شما داخل کامپیوتر خود یک تعداد فایل داشته باشیم، مثلا ما اینجا فایل های داریم داخل دا قسمت میم به اینجا فرض میکنیم که چند تا می عکس ها باشه یا مثلا این می فایل های که اینجا وجود داره، اگر ما کلیک راست کنیم سر از اینا بیم روی پراپرتیز کلیک بکنیم، آپشن دیتیل اینجا داریم باشه که اینا ما کپی بگیریم از قسمت اینا رو میم به اینجا یک کپی میگیریم، کپی که گرفتیم میام به درایو ای پست میکنیم. حالا وقتی که اینا به درایو ای پست کردیم کلیک راست میکنیم میام به اینجا به پراپرتیز از این آپشن ادوانس کلیک میکنیم و آپشن کامپرس به اوکی و اوکی. این دو فایل ما فعلا فشرده شده. اگر شما سر آلت نمایشی لارج آیکون بیم میبینیم که علامت فشرده سازی هم در این فایل فعال است. داخل ویو روی آپشن کلیک میکنیم میام به قسمت ویو، یک کمک صفحه خودی طرف انتقال میدیم، میم به اینجا یه تیک فعال میکنیم، اپلای کلک میکنیم، ببینیم که همین فایل ها ما رنگ نوشته از اونا یا نام از اونا مخفی شده، البته مخفی نی آبی شده. یه تیک پس میکنیم، پس اپلای کلک میکنیم، پس میبینیم که به حالت اول آمد. کنسل کلک میکنیم، میم به اینجا داخل دسکتاپ کامپیوتر خود و به اینجا سر از اینا موس نگه میداره، میبینیم که نوشته شده contain the files and folders that you have deleted، یعنی فایل ها و فولدر هایی که شما دلیت کردیم داخل از نگه داری میشه. اگر یک کمکی سفر ما خوردتر کنیم بیم به قسمت option کلک کنیم، باز بیم به اینجا به view، ببینیم که ایتی که ما پس میکنیم و سر apply کلک میکنیم. زمانی که ماوس به اینجا نگه داشتیم دیگه هیچ پیامک که پیشتر بر ما نشان داده شده بود دیگه نشان داده نمیشه. پس یه رستور دیفالت میکنیم، سر اپلای کلیک میکنیم. حالا میبینیم به اینجا ماوس سر روز نگاه میداریم، باز میبینیم که دیگه دفعه امو پیام بر ما نشان داده شده. آپشن دیگه نوشته شده شو پریویو اندلر اند پریویو پن. اگر میبینیم به اینجا سر روز دیتا کلیک بکنیم، آپشن پریویو پن فعال بکنیم، میبینیم به این قسمت پایینتر یک ویدیو داریم، سر از این ویدیو کلیک میکنیم، اینجا میبینیم که داخل از این قسمت پریویو پن برای ما نشان داده میشه. میتونیم این ویدیو رو پلی بکنیم. اگر شما سر آپشن ویو بیاییم و به این قسمت، البته به فولدر آپشن با بخش ویو بیاییم، به همین گزینه رو تیک از زیر پاس کنیم. این گزینه رو اگر تیک از زیر پاس کردیم سر اپلای کلیک کنیم، دیگه به اینجا برای ما همه گزینه های پلی و استاپ و چیزا دیگه نشان داده نمیشه. مورد بعدی که اینجا داریم به نام use check boxes to select items. اگر شما این فعال بکنیم اوکی بزنیم، خب میم داخل از این قسمت دیتا که بینجا داریم. قبلا ما این موضوع مشاهده کرده بودیم، ببینیم نوشته شده item check box به پلو از این فعال ها که میم امی item check box بر ما فعال است. خب فولدر ما قبلا هم باز کردیم، دوباره خب به اینجا باز شد، این بسته میکنیم، میبینیم که این آیتم چک باکس به اینجا برای ما فعاله و این هم بسته کردیم. از دا میتونیم که هر کدام از اینا رو ما خواسته باشیم با استفاده از این چک باکس فعال بکنیم. مورد بعدی که داخل آپشن وجود داره میبینیم به قسمت ویو گزینه وجود داره به نام یوز شیرینگ ویزارد. عزیزایی که از کامپیوتر خود به شکل مقدماتی استفاده میکنن یا البته به شکل کاربردی استفاده میکنن، خب در بخش اشتراک فایل شاید معلومات نداشته باشن. ما اشتراک فایل اگر در یک شبکه کامپیوتری میخوایم انجام بدیم، سر فایل کلیک راست میکنیم، البته
باشه که بیم به اینجا مثلا این فولدر دیتا کپی میکنیم داخل درایو دی، بیم به این قسمت دی پیست میکنیم. فعلا ما این فولدر رو به درایو خود کپی گرفتیم و میخوایم کمی به اشتراک بگذاریم. به اینجا نوشته شده give access to و اینجا specific people کلک میکنیم. این درایو البته این فایل وقتی میخوایم شیر بشه یا این فولدر رو که ما میخوایم شیر بکنیم این رقم یک صفحه بره ما نشان داده شده. داخل قسمت آپشن به اینجا که بیم شما گزینه use sharing wizard رو دیگه زیر پس کنیم و سر آپشن اوکی کلک کنیم. دیگه همون sharing wizard بره ما نشان داده نمیشه. اگر ما خواسته باشیم یک فایل شیر بکنیم به اینجا advanced sharing وجود داره و مو صفحه اشتراک فایل ها برای ما شما یک مدل متفاوت نشان داده میشه که باز میتونیم از قسمت فایل شیرینگ انجام بده. اینکه که میگذاریم ما می دیتا شما شیر بشه. مورد بعدی که اینجا است به طور مثال اگر ما بیایم داخل از قسمت فکر میکنیم البته فکر کنیم که ما حرف دی را از کیبورد فشار داده باشیم میبینیم دیتای شماره یک باز دوباره دی فشار میدیم دسکتاپ دانلود یعنی نظر به حرف که از رو کیبورد فشار داده میشه حرف فولدر که با همو حرف نام از شروع شده بود یا فایلی که با همو حرف نام از شروع شده بود برای ما آنبورد نشان میده. اگر داخل آپشن بیم به قسمت سر آپشن ویو کلیک کنیم باز به اینجا گزینه داریم به نام Automatically type into search box. اگر این انتخاب کنیم به قسمت مثلا S که فشار میدیم به جای از اینکه S بیایه به اینجا امی فایل برای ما انتخاب کنن داخل سرچ نوشته شده و میتونم که توسط از این ما جستجو انجام بدیم که تمام فایل هایی که امی حرف داخل نام از اونها وجود داره برای ما چی بشه؟ لیست بشه. داخل بیمیم به این قسمت داخل options و بعد از این ببینیم که پس همه گزینه اول ما بهتر بود سلکتاد آیتم ایر اتخاب میکنیم اپلای میکنیم. آپشن نویگیشن پنم به اینجا برای ما شما نشان داده میشه که چهار گزینه داره و قبلا ما همی چهار گزینه به اینجا برای شما صحبت کرده بودیم و همه گزینه به اینجا وجود داره که در درس قبلی برای شما ریکارد از این در دسترس قرار داده شده. عزیزا ما تا به حال درباره فولدر آپشن صحبت کردیم و کسانی که ویدیو ما دیدن اگر تا به حال باز به چینل ما نشدن چینل ما سابسکرایب بکنید ویدیو ما لایک بکنید نظریات خود برای ما کامنت بکنید. امیدوارم که تا درس بعد اوقات خوب داشته باشین. خدا نگهدار.